شهرهای مسلمین نوای خاص خود را دارند. در 3 یا 5 نوبت بانگی که به رسول خدا وحی شده از بالای بلندی گلدسته ها در خیابانها و کوچه ها تنین می اندازد. پس از دستور پیامبر بر سر دادن اذان به آواز خوش، اذان از مهمترین شعائری شد که پیوندی ژرف با آواز دارد. ایرانیان با خواندن بانگ صلات در ردیف‌های دستگاه موسیقی ایرانی اذان‌های ویژه‌ای را در فرهنگ و هنر اسلامی ثبت کردند. نوای اذان در ایران بیشتر در آواز بیات ترک در گوشه روح الارواح خوانده می شود. ویژگی روح الارواح حالت نغمه‌گون آن است که فضایی میان بیات ترک و شور پدید می آورد. از دیگر دستگاه های موسیقی که خواندن اذان در آنها جایز شمرده شده می توان به دستگاه های شور، شهناز، حجاز و ابو عطا اشاره کرد. اذان‌گویی در بین استادان موسیقی از سالهای بسیار دور رواج داشته و بسیاری از استادان آواز در دوره صفویه و قاجاریه جزو مشهورترین اذان‌گویان آن زمان بودند و برایشان مقرری در نظر گرفته می‌شد. از جمله مؤذنان خوش‌صوت دوران گذشته، علی خان نایب السلطنه مؤذن مشهور دوره ناصرالدین شاه بود که بر فراز شمس الاماره اذان سر می داد. از نخستین نمونه های ضبط شده ی اذان روی صفحات گرامافون در سال 1308 اذان ابوالحسن دماوندی بود و پس از او جلال تاج اصفهانی اذانی با شکوه با سبک و تحریرهای منحصر به فرد اجرا کرد که هر دو در دستگاه آوازی بیات ترک بود. با همه گیر شدن وسایل ارتباط جمعی، مؤذنان رفته رفته از سردادن بانگ اذان در گلدسته ها دست کشیدند و رادیو و تلویزیون در 3 نوبت اذان‌های ضبط شده را پخش کردند. اذان گوش آشنای نسل ما بانگ رحیم مؤذنزاده اردبیلی است که همراه با ربنای محمد رضا شجریان یادآور روزهای ماه مبارک رمضان است. او از مؤذنانی بود که با تسلط بر فنون موسیقی در دستگاه بیات ترک در گوشه روح الارواح اذان می گفت که اکنون به ثبت ملی نیز رسیده است. اذان محمد آقاتی در بیات ترک و شور نیز برای بسیاری از ما یادآور تصاویری از مساجد اصفهان و یزد در دهه 60 است. او قاری قرآن و از قدیمی ترین مؤذنان صاحب سبک حرم رضوی بود. اذان‌های حسین صبحدل نیز جزو آخرین اذان‌های شکوهمند ایرانی است. صبحدل به تمام زوایای موسیقی ایرانی تسلط داشت. اذان مشهور وی در ماهور و اذان دیگر وی در آواز بیات ترک است.